بازیگران سریال یوسف پیامبر علیه السلام با عکس و بیوگرافی. سریال یوسف پیامبر علیه السلام را مرحوم سلحشور ساخت. برخی بازیگران سریال یوسف پیامبر فوت شده اند که اطلاعات بازیگران این سریال را در ادامه می خوانید. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد، نکست مدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار دهین. همچنین برای حمایت از ما، ویدیوی ما را لایک کنید. یوسف پیامبر علیه السلام یک مجموعه تلویزیونی ایرانی بر پایه داستان زندگی حضرت یوسف علیه السلام مطابق با روایت قرآن کریم و به نویسندگی و کارگردانی مرحوم فرج الله سلحشور است. بازیگران زن در سریال یوسف پیامبر علیه السلام: کتایون ریاهی در نقش زلیخا همسر پوتیفار. کتایون ریاهی متولد 10 دی 1340، بازیگر و نویسنده اهل ایران است. او در سال 1380 برای بازی در شام آخر مورد تحسین منتقدان قرار گرفت و در سال 1387 زلیخا را در مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر به تصویر کشید. مهوش صبر کن در نقش کاریماما ندیمه زلیخا. مهوش صبر کن متولد 16 خرداد 1339 در شیراز، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون است. وی تحصیل کرده یک مقطع دیپلم تجربی می باشد که از سال 1349 فعالیت خود را با تئاتر آغاز کرد. وی همسر محمود پاک نیت، بازیگر سینما و تلویزیون است. از جمله آثاری که او در آن نقش ایفا کرده است، سریال پشت کوههای بلند است. الهام حمیدی در نقش آسنات همسر اول یوسف. الهام حمیدی متولد 8 آذر 1356 بازیگر ایرانی است. او ابتدا با بازی در مجموعه تلویزیونی مسافری از هند شناخته شد و مدتی بعد با ایفای نقش در فیلم خیلی دور خیلی نزدیک و مجموعه یوسف پیامبر به شهرت رسید. لیلا بلوکات در نقش نفرتیتی همسر آخناتون. لیلا بلوکات بازیگر اهل ایران که احتمالاً متولد اوایل دهه 60 است. بازی در نقش نفرتیتی در مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر در سال 1387 از جمله نقش های شناخته شده اوست. بلوکات همچنین بنیانگذار مؤسسه خیریه مهر لیلا است. فرشته سرابندی در نقش لیا دوران جوانی همسر یعقوب علیه السلام. فرشته سرابندی متولد 1349 در شیراز با اصالت سیستانی است. او دانش آموخته رشته هنرهای نمایشی با مدرک لیسانس و گرایش کارگردانی از دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سالهای بین 1367 تا 1372 است. او در چندین سریال تلویزیونی و فیلم سینمایی ایفای نقش کرده است که از جمله آنها میتوان به بچه های آسمان، داستان یک شهر، ارتفاع پست، نسیم وصل، یوسف پیامبر، وقت اضافه، تنهایی، نخل سوخته، شوق پرواز، پیج تند، آسمان مال من است، دلشوره، دوردست ها، چرخ فلک و غیره اشاره کرد. مریم بخشی در نقش راحیل همسر یعقوب مادر یوسف. مریم بخشی بازیگر سینما و تلویزیون ایران است. او در سال 1360 در تهران متولد شد و
تحصیلات خود را در زمینه مترجمی زبان ایتالیایی در دانشگاه و مقطع کارشناسی به پایان رساند و از سال 1378 در کلاس‌های هنری شرکت کرد. زهرا سعیدی در نقش فائقه، خواهر یعقوب، عمه یوسف. زهرا سعیدی متولد 5 اسفند 1331 در آبادان است و بیشتر با بازی در سریال مریم مقدس شناخته شده است. او علاوه بر بازیگری دستی هم در نوشتن دارد. بازیگران مرد یوسف پیامبر: مصطفی زمانی در نقش بزرگسالی حضرت یوسف علیه السلام. مصطفی زمانی متولد 30 خرداد 1361 بازیگر سینما و تلویزیون ایران است. او با سریال 45 قسمتی یوسف پیامبر علیه السلام با تلویزیون معرفی شد و به شهرت رسید. او فعالیت کاری خود را در تاریخ 8 بهمن ماه 1383 با بازی در این سریال شروع کرد. حسین جعفری در نقش کودکی حضرت یوسف علیه السلام. حسین جعفری بازیگر نقش کودک یوزارسیف متولد 1371 در فریدون کنار بوده و 31 سال سن دارد. او با سریال یوسف پیامبر علیه السلام به شهرت رسید. محمود پاکنیت در نقش حضرت یعقوب علیه السلام. محمود پاکنیت متولد 10 دی ماه 1331 در کازرون بازیگر ایرانی است. او از سال 1356 به فعالیت در عرصه سینما و تلویزیون ایران پرداخت. او مدرک درجه 1 هنری را از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده است. بازی در سریال یوسف پیامبر علیه السلام و ایفای نقش حضرت یعقوب علیه السلام از ماندگارترین نقش های محمود پاکنیت می باشد. جعفر دهقان در نقش پوتیفار، عزیز مصر. جعفر دهقان متولد 21 فروردین 1339، هنرپیشه سینما و تلویزیون اهل ایران است. مدرک تحصیلی او دیپلم هنرستان فنی است. او با بازی در سریال مردان آنجلوس در نقش ماکسیمیلیانوس به عنوان چهره شناخته شده در عرصه بازیگری ظاهر شد. از دیگر نقش‌های ماندگار وی بازی در نقش مصعب ابن زبیر در مختارنامه است. وی نقش پوتیفار و همسر زلیخا را در سریال یوسف پیامبر علیه السلام ایفا کرد. جهانبخش سلطانی در نقش آمنهوتپ سوم، فرعون مصر. جهانبخش سلطانی متولد 1330 در اصفهان است. وی بازی در تئاتر را از سال 1345 شروع کرد و بازی در سینما را در سال 1367 با فیلم افق شروع نمود. به خاطر بازی در فیلم شرم برنده سیمرغ بلورین بهترین بازیگر نقش دوم مرد جشنواره فیلم فجر در سال 1371 شد. رحیم نوروزی در نقش آخناتون، آمنهوتپ چهارم، فرعون مصر. رحیم نوروزی متولد 7 مرداد 1346 در رشد بازیگر سینما و تلویزیون اهل ایران است. نخستین جرقه های بازیگری او در کلاس های بهروز بقایی و بهزاد عشقی زده شد. با نمایش نامه های اکبر رادی بازیگری برای او جدی شد و با ایفای نقش در مجموعه پس از باران به شهرت رسید و سپس در فیلم‌ها و تئاترها و سریال‌ها و تلفیلم‌های بسیاری بازی کرد. زهیر یاری در نقش بزرگسالی بنیامین در یوسف پیامبر علیه السلام. زهیر یاری زاده بازیگر ایرانی متولد 26 فروردین 1359 و فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران است. او در تئاتر، سینما و تلویزیون ایفای نقش نموده و نیز برادرزاده حسین یاری بازیگر سینما و تلویزیون است.
از مهمترین آثار زهیر یاری میتوان با بازیگری در سریال های یوسف پیامبر، اصحاب کف، مردان آنجلوس و فیلم زخم شانه ی هوا اشاره کرد. ارسلان قاسمی در نقش کودکی بنیامین. ارسلان قاسمی متولد 1 خرداد 1374 است. مادرش نیشابوری و پدرش تهرانی است. او فارغ التحصیل رشته تئاتر و مهندسی معماری است که 8 سالگی جلوه دوربین رفت و حالا خوانندگی می کند و حضور فعالی در عرصه مدلینگ هم دارد. ارسلان قاسمی در مجموعه تلویزیونی یوسف پیامبر علیه السلام در نقش کودکی بنیامین و در چشم باد در نقش کودکی بیژن را بازی کرده است. کوروش زارعی، لاوی برادر یوسف. کوروش زارعی متولد 1351، بازیگر تئاتر، سینما و تلویزیون متولد میناب است. او بازیگری را از تئاتر شروع کرد و با سریال یوسف پیامبر علیه السلام به شهرت رسید و حالا کارگردانی هم نیز می کند. یونس غزالی در نقش آخناتون، آمنهوتب چهارم، دوران کودکی فرعون مصر. یونس غزالی متولد 26 شهریور 1370 در تهران، بازیگر سینما و تلویزیون اهل ایران است. یونس غزالی فعالیت هنریش را با خانواده و به خصوص برادر بزرگترش عباس غزالی شروع کرد و در چند تلفیلم حضور داشت. سپس سال 1386 در فیلم درمیان ابرها با بازی در کنار الناز شاکر دوست به بازیگری پرداخت و استعدادش را نشان داد. او بیشتر به خاطر ایفای نقش امیر محمد گلکار در سریال وضعیت سفید شناخته شد. بازیگران سریال یوسف پیامبر که فوت کردند. متاسفانه 4 چهره معروف این سریال در سالهای اخیر فوت کردند. فرج الله سلحشور در نقش ازرائیل فرشته مرگ. فرج الله سلحشور نیا، معروف به فرج الله سلحشور، متولد 12 آبان 1331 بود که در تاریخ 8 اسفند 1394 بر اثر سرطان ریه درگذشت. هنرپیشه، چهره پرداز، نویسنده و کارگردان ایرانی بود. او فعالیت هنری خود را با بازی در فیلم توبه نسوخ 1361 با کارگردانی محسن مخملباف آغاز کرد. سلحشور کارگردان مجموعه های تلویزیونی تاریخی مذهبی چون ایوب پیامبر، مردان آنجلوس و یوسف پیامبر را برای صدا و سیما در کارنامه خود دارد. محمد قاسم پورستار در نقش خضر نبی. محمد قاسم پورستار متولد 4 تیر 1318 که در تاریخ 25 آبان 1396 بر اثر مشکل قلبی درگذشت. او در مجموعه های متعددی همچون مریم مقدس، مردان آنجلوس، یوسف پیامبر و مختارنامه نیز ایفای نقش کرده است. عباس امیری مقدم در نقش آنخ ماهو، کاهن اعظم معبد آمون. عباس امیری مقدم متولد 1322 بود که در تاریخ 7 اسفند 1389 در سانحه تصادف درگذشت. او فعالیت هنری خود را در سال 1363 با مجموعه سربداران آغاز کرد و از سال 1364 نیز با فیلم آتش در زمستان ساخته ی حسن هدایت فعالیت در سینما را آغاز کرد. اسماعیل سلطانیان، کیمونی، کاهن معبد آمون. اسماعیل سلطانیان در 26 فروردین 1333 در کرمانشاه متولد شد. وی دانش آموخته بازیگری و کارگردانی تئاتر از دانشکده هنرهای دراماتیک بود. او در تاریخ 24 خرداد در سال 1402 بر اثر ایست قلبی درگذشت.
رسیدیم به پایان یکی دیگر از ویدیوهای نکست مدیا. برای ویدیوهای اینچنینی نکست مدیا را سابسکرایب کرده و آیکن زنگ را کلیک کنید و برای حمایت از ما تنها ویدیوی ما را لایک کنید. خدا نگهدار.